درود به شما دوستای گرامی، شما قسمی که میبینین این حال های ما در کل زرد شده و رنگشان از حالت طبیعی خارج شده و اینا مشکلاتی را که دارن شما در برگ های این نبات میبینین زرد شده و معمولا نوکبرگ ها زرد شده و مشکل اساسی از این نبات قسمی هست که ریشه هایشان نمیتونه مواد غذایی را جذب بکنه و برگ هایشان زرد شده. اینا را هر قدر که مواد استفاده شوه باز دوباره برگ هایشان زرد است. پس ما به این نتیجه میرسیم که دهی باید آهن داده شود، کود آهن و همچنان کود بایوفاسفت داده شود تا اینکه ریشه های از این نبات فعال شود و بتونه مواد غذایی را جذب بکنه. کود آهن و بایوفاسفت باعث میشه که در ریشه ها امو قسمت هایی که مواد غذایی را جذب میکنه فعال میشه، تولید میشه و به شکل کاتالیست عمل کرده و ریشه ها فعال میشه تا اینکه بتونه مواد غذایی را در کل برای جذب بکنه. دوستای گرامی، شما میبینین که ما آب در حال آب خوردن از این نباتات، ما وقتی که این نباتات آب خوردن، این یک نوع ادویه هست به نام ادویه بایوفاسفید. از این ادویه شما باید استفاده بکنین. این ادویه فاسفیددار قسمی است که بر ریشه ها کمک میکنه تا مواد غذایی جذب شوه. وقتی که مواد غذایی جذب شد، برگ ها خود به خود رنگشان تغییر میکنه. شما موارد استفاده از این قسمی هست که شما باید در داخل 3 لیتر آب حدودا نزدیک به 40 گرم 40 تا 50 میلی گرم میندازین بین 3 لیتر آب و بعد وقتی که ایر با هم مخلوط کردین همراه آب انداخته میشه و بعد وقتی که زمین آبیاری میشه، زمین را شما در داخل، مثلا ما در داخل آفتابه ای را میندازم، قسمی که شما میبینیم پیمانه هست، پیمانه 50 میلی گرم اندازه داره. این 50 میلی گرم را ما در داخل آفتابه از این میندازیم. چند دانه از این باید انداخته شود که قسمی که شما در تصویر میبینین، اینی یک دانه را میندازیم در آفتابه و دومیش هم میندازیم. و این کد دوستای گرامی کد مایع هست و این کد مایع باید یا پاش داده شود یا در محیط ریشه زده شود و یا در آب انداخته شود که بتونه زودتر ریشه ها را فعال بسازه. خب دوستای گرامی، شما دیدین که ما دوم هم انداختیم، این هم پیمانه سوم هست که ما میندازیم، یعنی در کل 3 تا پیمانه داخل یک آفتابی که نزدیک به 3 لیتر آب میگیره ما انداختیم و بعد این رو باید آب پر بکنیم. وقتی که از این آب انداختیم، خوب این رو دوباره مخلوط میکنیم، گد میکنیم و پهلوی درخت ها، آبی که فعلا در کنار درخت ها جریان داره، در سر از اون میندازیم. اما تو خوب انداخته داخل جویه ای که نهال هست. دوستای عزیز، این را به خاطر از این میندازین که آب در حال جذب شدن به ریشه ها هست. وقتی که شما تمام این ساحه را در داخل جوی، هر دو طرف از جوی، این طرف جوی و طرف دیگه جوی را در کل از این مواد، از این ادویه، از این کودی مایع شما استفاده میکنین و وقتی که استفاده کردین آب در حال جریان است، بعد از استفاده آب را فوراً قطع بکنید. از جایی که شما جوی زدین آب فوراً گرفته شود و همون مقدار آبی که فعلا موجود هست او در زمین تکمیل جذب میشه، جریان پیدا نمیکنه و باعث میشه که درخت شما این مواد را بر ریشه خود جذب کرده و باعث فعال شدنی میشه. شما ببینید این جویی که من فعلا انداختم، این جویی را من بند کردم تا اینکه مواد غذایی که ببخشین کودی را که ما انداختیم، این کود در این آب گد شده و این فورا در ریشه ها تنشین شده و باعث فعالسازی ریشه ها شده. خب دوستای گرامی، این بود از روش استفاده این موضوع. خب یادتان نرود دوستای گرامی که دوستای عزیزی که تازه به چینل ما پیوستن، چینل خودتان را جهت بیشتر ویدیوها لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، زنگوله را هم بزنین تا اینکه ویدیوهای جدید نشر میشه در دست شما عزیزان قرار بگیره. الله یار و نگهدارتان.